با نوید خداوند، سرخط سه خبر فوری از افغانستان، جزئیات حمله جبهه مقاومت بر طالبان در شهر کابل، بازداشت و شکنجه یک نظامی پیشین توسط طالبان در بغلان و همچنان تفنگداران ناشناس یک عضو امری به معروف طالبان را در ننگرهار کشتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که دو جنگجوی طالبان را در شهر کابل کشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که نیروهایش ساعت 8:20 دقیقه سه‌شنبه شب 900 بر یک محل بازرسی طالبان در ساحه لبجر در مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل حمله کرده است. طبق ادعای جبهه مقاومت در نتیجه این حمله یک جنگجوی دیگر طالبان نیز زخمی شده است. باید افزود جبهه مقاومت تصریح کرده است که در این رویداد بر نیروهایش و غیر نظامیان در شهر کابل هیچ آسیبی نرسیده است، اما طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفته است. این در حالی است که تفنگداران ناشناس یک عضو امر به معروف طالبان را در ننگرهار کشته است. منابع در ننگرهار میگویند که یک عضو امر به معروف نهی از منکر طالبان در مسیر شاهراه ترخم جلال آباد کشته شده است. تفنگداران ناشناس این عضو طالبان را حوالی ساعت 5 بامداد روز پنجشنبه 11 اسد در ساحه خیبر ولسوالی مومندره به گلوله بسته است. یکی از منابع به شرط افشا نشدن نامش بر روزنامه 8 صبح گزارش داده است که مولوی امان الله از اعضای ارشد امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی مومندره بوده است. باید افزود که مولوی امان الله باشنده اصلی ولسوالی لعلپوری ولایت ننگرهار است. تا اکنون فرد و گروه مسئولیت قتل این طالب را به عهده نگرفته است و طالبان نیز تا اکنون در این مورد به عضوشان چیزی نگفته است. همچنان منابع محلی در بغلان میگویند که طالبان یک نظامی پیشین را در این ولایت بازداشت و شکنجه کرده است. منابع روز چهارشنبه در یسد گفته است که این نظامی پیشین برهان الدین صمدی نام دارد و باشنده خواجه زید ولسوالی دوشه ولایت بغلان است. منابع افزودند که برهان الدین صمدی در زمان حکومت پیشین در بامیان وظیفه داشته و بعد از تحول سیاسی در کشور به ایران رفته بود. منابع اضافه کرده است که این عضو پیشین پلیس دو ماه پیش دوباره از ایران برگشته و بدون بالی آن توسط طالبان بازداشت و شکنجه و بعد از مدت رها شده بود و در شفاخانه زیر تداوی قرار دارد. و گفته منابع صمدی بعد از یک ماه تداوی تازه سرپا شده بود، اما 15 روز پیش دوباره توسط طالبان بازداشت شده و خانواده وی به تازگی از این رویداد آگاه شدند. منابع به نقل از خانواده او گفته است که طالبان اجازه دیدار این نظامی پیشین را به خانواده‌اش نیز نمی‌دهند. طبق اظهارات منابع، این عضو پیشین پلیس عضویت هیچ گروه و یا جبهه‌ای را ندارد. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این گروه همواره دست به بازداشت نظامیان حکومت پیشین در نقاط مختلف افغانستان زده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد سه خبر فوری چیست؟ نظر خود را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.